سنایی از بزرگترین شاعران قصیدگو و مثنوی سرای زبان پارسی است که در سده پنجم و ششم هجری میزیسته است. او بعد از آگاهی از فنون زبان و سخنوری به عادت شاعران زمان به دربار روی آورد و در دستگاه غزنویان به جرگه شاعران مداح درآمد. حکیم ابوالمجدود ابن آدم سنایی در قرن پنجم در شهر غزنین به دنیا آمد. وی در شهرهای بلخ، هرات، سرخس، نیشابور و غزنین سکونت داشته است. غزنویان با پاداش‌های زیادی که به اهل علم و ادب می‌دادند، توانسته بودند شماری از دانشمندان و شاعران را در دربار خود به خدمت بگیرند. روزگار سنایی غزنوی در دربار غزنویان به خوشگذرانی می‌گذشت، ولی یک تحول روحی سبب شد تا مسیر زندگی حکیم سنایی تغییر کند. سنایی طی عمر خود سه حالت شخصیتی گوناگون پیدا کرده است. نخست مداح و هجاگوی بوده، بعد از آن به وعظ و نقد اجتماعی روی آورده و دست آخر عاشق و قلندر و عارف شده است. او تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بوده است. سنایی چند سالی از دوران جوانی را در شهرهای بلخ، سرخس، هرات و نیشابور گذراند. هنگامی که او در بلخ بود به مکه رفت و در سال 518 هجری قمری به غزنین بازگشت. یادگار پرارزش سفرهای سنایی غزنوی مقداری از قصاید اوست. پس از بازگشت به غزنین، بقیه عمر را در کنج خلوت و انزوای صوفیانه گذراند و به تدوین و تنظیم اشعارش پرداخت. سنایی را در کنار فریدالدین عطار نیشابوری و جلال الدین محمد بلخی، یکی از سه شاعر بزرگ اهل تصوف و نخستین آنان به شمار می آورند. سنایی اولین شاعری است که مضامین و اصطلاحات عرفان و تصوف را در قالب شعر درآورده است. کتاب حدیقت الحقیقه او را نشانگر تبحرش در علوم ادبی، تفسیر، حدیث، فقه، حکمت، عرفان، منطق، کلام، تاریخ، طب و نجوم می دانند. مولوی در کتاب مثنوی معنوی از او با عنوانهای حکیم و حکیم غزنوی یاد کرده است. از سنایی قصاید، غزلیات، قطعات و اشعار پراکندهی بر جای مانده که در مجموعهی به نام دیوان اشعار گرد آمده است. مثنوی حدیقت الحقیقه را الهی نامه نیز می نامند که دارای 10,000 بیت در 10 باب است. سنایی سرایش آن را در سال 524 هجری قمری شروع کرد و در سال 525 هجری قمری تمام کرد. مباحث این کتاب علاوه بر ستایش خدا و رسول و اصحاب او درباره عقل، علم، حکمت و عشق است. حدیقت الحقیقه از منظومه هایی است که بر خیلی از شاعران تأثیر گذارده است. سنایی غزنوی با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرایش منظومه‌های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگواری همچون خاقانی و نظامی به ترتیب تحفت العراقین و مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودن و سالها بعد عطار و مولوی سرایش مثنوی‌های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. مثنوی سیر العباد بیش از 700 بیت است که سنایی در آن بر روش تمثیلی از خلقت آدم و عقل و مسائل اخلاقی سخن می‌گوید. مثنوی طریقت التحقیق نیز بر وزن حدیقت الحقیقه است و در سال 528 توسط سنایی تمام شده است. سنایی در زمان توقف در شهر بلخ این مثنوی را سروده که حدود 500 بیت دارد و مبنای آن طنز و مزاح است و به همین خاطر آن را مطایبه نامه هم گفتند. عشق نامه سنایی حدود 1,000 بیت دارد و موضوع آن حقایق و معارف و حکمت است. از سنایی نوشته ها و نامه هایی به نثر هم موجود است که تمامی آنها در کتابی با عنوان مکاتیب سنایی به چاپ رسیده است. شعر سنایی شعری توفنده و پرخاشگر است. مضامین اکثر قصاید وی در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است.
او با زاهدان ریایی و حاکمان ظالم که هر کدام توجیهگر کار دیگری هستند بی‌پروا می‌ستیزد و از بیان واقعیت ترسی ندارد. حکیم سنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش علاوه بر بیان دردها و معضلاتی که دامنگیر زمانه شده نشان می‌دهد که شاعری اهل درد و دین است. سنایی غزنوی بارها با تصویر زندگی پرهیزکارانه پیامبر، معصومین و صحابه و تأکید بر آن در قصایدش سعی دارد جامعه آرمانی خود را نشان دهد. اندیشه زهد و عرفان نیز از مهمترین محورهای موضوعی در قصاید سنایی است. نکوهش دنیا، تفکر درباره مرگ، توصیه به گسستن از آرزوهای طولانی و بی حد و حصر، تذکر به خیشتن حقیقی آدمی از مضامین مرسوم قصاید اوست. درباره زمان فوت سنایی نیز چند تاریخ گفته شده و معتبرترین آنها 545 هجری است. سنایی غزنوی بعد از درگذشت در زادگاهش غزنین دفن شد و مزارش از آن پس زیارتگاه خاص و عام شد. همکنون قبر حکیم سنایی دارای گنبدی با پوشش فلزی است که از ساختمان آن به عنوان مسجد استفاده می شود.